قرن 18 هم دوره‌ای پرآشوب در تاریخ بشر بود. بردهداری در آمریکا در اون دوران یه موضوع حیاتی و پیچیده بود. افراد آفریقایی تبار به عنوان برده به فروش می‌رفتن و در مزارع کار و زندگی می‌کردن. این نظام زندگی و اقتصادی باعث ظهور حوادثی مثل جنگای بزرگ بردهداری شد و جامعه آمریکایی رو تو حد زیادی تحت تأثیر قرار داد. گرچه بردهداری از قبل از اونم وجود داشت، اما توی این دوره بود که به شکلی فراگیر در اومد و البته مبارزه برای القای اون و به طور کلی فعالیت برای حقوق بشر در پی اون هم اوج گرفت. در این بین انسانی منحصر به فرد به عنوان یک کنشگر استثنایی و تسلیم ناپذیر فعال برای لغو بردهداری برجسته شد. بنجامین لی، کسی که با روش‌های خاص خودش ستمکاری آشکار در بردهداری رو به دیگران نشون داد. مثلا محصولات ساخته شده به وسیله بردگان رو تحریم کرد و از پوشیدن لباسایی که ساخته شده از پنبه یا پشم که در مزارع بردهداران به عمل می‌اومدن خودداری کرد. توانا پادکست. بنجامین لی، کنشگر الهام بخش و غیر متعارف جنبش القاء بردگی. بنجامین لی در 1681 در اسکس انگلستان به دنیا اومد. زندگی اون در آغاز تفاوتی با زندگی یک بریتانیایی معمولی متوسط نداشت. اون به عنوان یک مسیحی کویکر بزرگ شد و در طول زندگیش بر ایمان و دیدگاه دینی خودش ثابت قدم موند. وقتی بنجامین در جوانی و برای جستجوی فرصت‌های جدید به مستعمرات اروپاییان در آمریکا سفر کرد، زندگی اون دستخوش تحول شد. واقعیت هولناک بردهداری. باربادوس از مستعمرات بریتانیا بود که بردهداری در اون بیداد می‌کرد. بنجامین وقتی به اونجا رسید، از مشاهده رفتار غیر انسانی با بردگان که امری رایج در اون منطقه بود، تکون خورد. مشاهده اون حجم از ستم و بی‌عدالتی اثری همیشگی بر وجدانش گذاشت. اون از دیدار واقعیت‌های وحشیانه بردهداری که مقابل چشمانش اتفاق می‌افتادن به سختی تکون خورد. از کار طاقت فرسا در مزارع وسیع گرفته تا اون شرایط غیر انسانی که بردگان بینوا در اون نگهداری می‌شدن. این مواجهه مستقیم با وحشت بردهداری ریشه تعهد مادام العمر اون برای ریشه‌کن کردن این بی‌عدالتی بزرگ بود. بعد از بازگشت به انگلستان، بنجامین احساس می‌کرد که باید دست به اقدامی بزنه. اون زندگی خودشو وقف یک آرمان بزرگ کرد. لغو بردهداری. این آرمان به قطب نمای اخلاقی اون در تمام زندگیش بدل شد. زمانی که لی به آمریکا رفت و در پنسیلوانیا مستقر شد، فعالیت‌های ضد بردگی اون به مستعمرات شمال آمریکا هم گسترش پیدا کرد. در اونجا اون با انتشار جزوه‌ها و ایراد سخنرانی‌های پرشور به مبارزه جانانه خودش علیه بردهداری ادامه داد. از لحظات مهم در دوران کنشگری بنجامین انتشار متنی از اون بود با عنوان مرتدها همه بردهدارانی که بیگناهان را در بند نگاه می‌دارند. این نوشته پیشگامانه بنجامین لی رو در سال 1737 بنجامین فرانکلین نویسنده و یکی از بنیانگذاران آمریکا منتشر کرد. این اثر لی موجی در جامعه مسیحی کویکری به راه انداخت. اون پرده از ریاکاری و بدخواهی کویکرهای برجسته‌ای برداشت
که در عین حالی که خودشون رو به عنوان مسیحیان راستین میشناسوندن، انسانها رو به بردگی میگرفتن. نکوهش آتشین بنجامین از جامعه مذهبی کویکری از جمله دوستای خودش و توصیف اونا به عنوان یک گروه ریاکار موجی از شوک در جامعه ایجاد کرد. شجاعت اون در این بین ستودنی بود. اون روبروی خودی ها قرار گرفته بود. امری که اراده اون به افشای تناقضات اخلاقی و ایمان و تعهد تزلزل ناپذیر اون به عدالت رو نشون میداد. لی به دلیل روش‌های غیر متعارف و نوع استراتژی مبارزه خودش شناخته شده بود. در سال 1738 اون طی یک جلسه مذهبی برای نیایش در برلینگتون اعتراضی دراماتیک ترتیب داد. در اون جلسه اون در لباس یک سرباز پیامی پرشور علیه بردهداری بیان کرد. در لحظه اوج اون اعتراض لی کتاب مقدس خودش رو با شمشیر سوراخ کرد. کاری که موجب شد یک کیسه مخفی شده درون کتاب که پر از مایه‌ای قرمز رنگ بود پاره بشه و اون مایه خونمانند روی دوستانی که نزدیک اون نشسته بودن پاشیده بشه. این اقدام نمادین یعنی به تصویر کشیدن خون روی دستان کویکرها به علت انفعال و سکوت اونها مقابل بردهداری یک اقدام نمادین قدرتمند و تکاندهنده بود. حقیقت آشکارا بیان شده بود. جامعه مجبور به روبرو شدن با تناقض درون خودش بود. تعهد بنجامین به مقابله با بردهداری به تدریج به زندگی شخصی و روزمره اونم کشیده شد. اون محصولات ساخته شده به وسیله بردگان رو تحریم کرد و از پوشیدن لباسای ساخته شده از پنبه یا پشم که در مزارع بردهداران به عمل می اومدن خودداری کرد. در عوض اون لباسای خودش رو از کتان می ساخت و به این ترتیب در عمل اهمیت همسو کردن زندگی با اصول عمیق اخلاقی رو نشون می داد. فداکاری قاطع اون برای گذران زندگی مطابق با ارزش‌های اخلاقیش اون رو الگوی کسایی کرد که شاهد اعمال اون بودن. اما بنجامین از اینم فراتر رفت. اون در یکی از جسورانه ترین کنش‌ها پسر 6 ساله همسایه خودش رو متقاعد کرد که به خونش بیاد. بعد از مدتی خانواده پسر تصور کردند که فرزندشون گم شده. اعضای خانواده شروع به جستجوی دیوانه‌وار برای یافتن کودک کردند. در دوره بردهداری جدا کردن فرزندان بردگان از والدین امری رایج و حتی در مقایسه با دیگر مظالمی که بر بردگان می رفت چیزی پیش پا افتاده بود. لی با این کار تلاش می کرد شباهت مستقیمی بین جدایی اون کودک از خانواده و از همگسیختگی خانواده های برده رو ترسیم کنه. هدف این رویکرد جسورانه این بود که افراد و شخصاً با تأثیر غیر انسانی نهاد بردهداری مواجه کنه. افرادی که یا از بردهداری حمایت می‌کردند یا مقابل اون بی تفاوت بودند. زمینه‌های تاریخی، دوره‌های ناامیدی و وحشت. شناخت زمینه‌ای که بنجامین لی در اون زندگی و کار می‌کرد برای فهم اهمیت اقدامات اون بسیار مهمه. در طول قرن 18 میلادی، بردهداری نهادی عمیقاً ریشه‌دار هم در اروپا و هم در مستعمرات آمریکا بود. نهادی که رابطه‌ای پیچیده و درهم‌تنیده با اقتصاد، سیاست و مذهب داشت. تجارت برده یک کسب و کار بسیار پر رونق بود و بردگان مایملک و دارایی محسوب می شدن. یک برده تحت شرایط وحشتناکی قرار می گرفت و از تمام حقوق انسانی خودش محروم می شد. بدون اینکه کسی بتونه از سلامت، حیثیت و جان اون کوچکترین دفاعی بکنه. امپراتوری بریتانیا که بنجامین بیشتر عمر خودش رو تحت اون زندگی کرد، یکی از بازیگران اصلی در تجارت جهانی برده بود. جامعه کویکر مثل بسیاری از جامعه‌های مذهبی درگیر تضادهای درونی خودش بود. کویکریسم با اصول بنیادین و محوری برابری و عدم خشونت، پس‌زمینه‌ای منحصر به فرد برای فعالیت‌های لی ارائه می‌کرد. کویکرها از معدود گروه‌های مذهبی بودند که به طور فعال اخلاقیات بردهداری رو زیر سوال برده بودن، اما واقعیت در عمل از این پیچیده تر بود. بسیاری از کویکرها به ویژه در مستعمرات آمریکا خودشون بردهدار بودن.
نهاد مذهبی کویکری با اختلافات درونی بر سر موضوع بردهداری دست و پنجه نرم می‌کرد. مسئله‌ای که منجر به درگیری داخلی شد. در چنین فضایی بود که بنجامین لی شجاعانه با این تضاد و ریاکاری درونی مذهبی مقابله کرد. الهامات بنجامین لی برای مدافعان معاصر حقوق بشر. زندگی و کنشگری بنجامین لی درس‌ها و الهامات ارزشمندی به مدافعان معاصر حقوق بشر ارائه میده. روش‌هایی که لی به کار می‌بست و هم اراده اون در پیشبرد اون کارها اهمیت اشتیاق و اعتقاد شخصی به آرمان اخلاقی رو نشون میده. به عبارت دیگه تعهد بنجامین به تلاش برای پایان بخشی به بردهداری که با احساسی عمیق از مفهوم عدالت و درک درونی از اون تقویت شده بود، اهمیت عزم و اراده در مبارزه برای حقوق بشر رو به ما یادآوری میکنه. نکته مهم دیگه در زندگی لی، توانایی اون در استفاده از استراتژی‌های تکان دهنده و خلق داستان‌هایی بود که اثری مهیب بر مخاطبان و شنوندگان داشت. لی به طرز نبوغ‌آمیزی از روش کنشگری غیر متعارف و ایجاد موج در جامعه بهره برده بود. این روش‌ها وضعیت موجودو که برای مردم عادی شده به چالش می‌کشید و به نوعی مخاطب و مجبور می‌کرد تا با حقایق ناراحت کننده روبرو بشه و درباره اون بیاندیشه. شاید مهمترین نکته در زندگی لی جسارت و فداکاری شخصی اونه. کنشگری بنجامین مملو از فداکاری‌های شخصی مثل تحریم محصولات ساخته شده به وسیله بردگان و پذیرش ریسک مواجهه با احتمال طرد شدن از طرف دوستاش بود. در واقع تعهد شخصی به پیگیری آرمان‌ها و اهداف عالی اخلاقی نه فقط در گفتار بلکه در جزئیات روش و سلوک اون هم بارز و مشخص بود. تاریخ گواه میده که تغییر معنادار اجتماعی اغلب مستلزم فداکاری‌های شخصی و پذیرش ریسک مخالفت با عامه است. گذشته از اون، فعالیت‌های لی فراتر از پرداختن به نمونه‌های موردی یا تمرکز بر افراد خاص بود. اون مسائل رو به صورت سیستمی به چالش می کشید و نهادی که بردهداری رو تداوم می بخشید افشا و رسوا می کرد. مدافعان و کنشگران حقوق بشر نمی تونن معضلات بشر رو با تمرکز بر رفتار این یا اون فرد توضیح بدن یا حل کنن. نگرش سیستمی یعنی حمایت از تغییرات اجتماعی با درک علل ریشه‌ای و رسیدگی به وجوه نهادی بی‌عدالتی هایی که نسل به نسل باز تولید می شن. اونچه لی انجام میداد و شاید بشه امروز تا حد زیادی با نافرمانی مدنی مقایسه کرد. این اقدامات بودن که جامعه کویکر رو برای پایان بخشی به بردگی به حرکت درآوردن. کاملا مشهوده که هیچ کدوم از اقدامات لی در خلا اتفاق نیافتادن. لی به عنوان یک کنشگر فعالانه با جامعه خودش درگیر بود. اون تلاش میکرد تا کویکری‌ها رو در قبال اعمالشون مسئول بداره و به این ترتیب در اونا انگیزه ایجاد کنه تا با صرف نظر از بردهداری تغییری واقعی در امور ایجاد کنن. در جهان امروز در تعامل با جامعه چالش احساسی وجود داره. ممکنه به نظر برسه که ما به دلیل فناوری‌های ارتباطی بیشتر از گذشته به هم متصل هستیم، اما در کنار اهمیت دادن به روش پیام رسانی، روش مقابله با انبوه چیزهایی که تمرکز مردم رو از هدف‌های اساسی منحرف می‌کنن باید بخشی مهم از کنش رو تشکیل بده. این اون چیزیه که در نهایت منجر به تأثیر بر افکار عمومی میشه. اقدامات بنجامین اگرچه در اون زمان رادیکال تلقی میشد، به گونه‌ای غیر قابل انکار بر افکار و آگاهی عمومی تأثیر داشت. زندگی و فعالیت‌های بنجامین لی به عنوان شاهدی بر قدرت یک فرد در مسیر تعمیق عدالته. از اینکه تا پایان این پادکست با ما همراه بودید ازتون سپاسگزاریم. نسخه نوشتاری این پادکست رو هم میتونید در وبسایت گفت و شنود به نشانی www.dialog.tavana.org بخونید.